سلام برنامه انتخابات 97 من محمد نصیر فیاض به اتفاق بنی میزبانی برنامه هستم بحث نزول حیثیت و جایگاه کمیسیون های انتخاباتی یکی از موارد خیلی شاک دهنده ای است که امروز در رسانه های اجتماعی و افکار ما رد و بدل میشه و هر تصمیم غلط کمیسیون یا هر تصمیم جدال آمیز دو کمیسیون انتخابات تانسته به تدریج جایگاه را به حد خیلی شدیدش نزول به و پایین بیاره کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای دلایل خیلی پررنگ و به قول خودشان افتزامیز از جریان کار کمیسیون مستقل انتخابات آرای حوزه کابل را بر مبنای مواد پیش بینی شده قانون انتخابات باطل اعلام کردند گفتگوی را که با کمیسیون ما داشتیم اونا باز هم از تصمیم خود دفاع کردند و گفتن که تصمیم نهایی است و کمیسیون شکایت انتخاباتی به هیچ وجه با بدرفتاری ها، بدکاری ها و حداقل جریان تقلبات کمیسیون مستقل انتخابات همراه نخواهد شد اما با تعقیب صحبت های آتشین کمیسیون شکایت انتخاباتی یرگری جمهوری یک کسی که بیشتر استاد حقوق و قانون خوانده میشه سرور دانش معاون دومه رئیس جمهور پادرمیانی میکنه تداخل میکنه و دو کمیسیون با هم میشینن و بالاخره کمیسیون شکایت انتخاباتی در جلسه مشترک اعلان میکنه که از موضعش بازنگری میکنه حالا ایش یک شاک خیلی جدی در افکار ما بین حقوق دانا و بین نهادهای های شریک انتخاباتی هم هست که تا چی میزانه تداخل ارک و رد و بدل کردن فیصله های قانونی میتونه جایگاه دو کمیسیون نزول بتن مجموعا فاکت های مرتبط به ایرم شما خواهیم بحث بکنیم اما قبل از اینکه مهمان رو مرفی بکنیم همکار بخش خبرمه گزارش دارن گزارش میبینیم زود باره. بر بنیاد یافته های آریانا نیوز از میان 558 مرکز رایدهی در کابل تنها در 202 مرکز آن انتخابات مجلس نمایندگان بدون چالش برگزار شده اما روند رایدهی در 356 مرکز رایدهی با چالش های کلان و فراوان روبرو بوده است در تازه ترین مورد هم کمیسون مستقل انتخابات پذیرفته که تنها 65 درصد آرای ولایت کابل وای میتریک شده است قرار است بر بنیاد توافق دو کمیسون اسناد آرای بایومتریک شده و 35 درصد آرای بدون بایومتریک کابل به کمیسون کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی سپرده شود کمیسیون شکایت انتخاباتی آنچه تصمیم را مبنی بر ابطال آرای ولایت کابل انجام داده ای تصمیم تجدید نظر میکنند در این رابطه و بازنگری میکنند و همچنان در رابطه به اختلاف نظرهای هر دو کمیسون هر دو کمیسون به خاطر حل موارد با هم همکاری میکنند کمیسون شکایت های انتخاباتی تصمیم گرفته تا نخست اسناد کمیسون مستقل انتخابات را بررسی کند و پس از آن اگر این اسناد شفافیت در آرای کابل را تضمین کند تمام آرای این ولایت را باطل اعلام نخواهند کرد با در نظر داشتی او اسناد و مدارک لازم که بتانه شفافیت روند رایگیری و شمارش آرا و شماره آرا را برای ما تامین کند در او صورت کمیسیون شکایات انتخاباتی نسبت به تصمیم قبلی خود یعنی در بند اول تصمیم قبلی خود تعدیل را ایجاد خواهد کرد در یک نشست مشورتی احزاب و نهادهای مدنی با کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نیست با فشاری شده که این کمیسیون تنها آرای بایومتریک شده را در کابل اعتبار بخشد اما کمیسیون شکایات با این خواست موافقت نکرده است کمیسیون شکایت انتخاباتی باید که فیصله را که در قسمت ابطال آرا انجام دادن به این فیصله خود باید که اینا ادامه بدن و امی فیصله باید تطبیق شود هیچ راه بدون برگزاری انتخابات دوباره در کابل وجود نداره بران فشارهایی که بالای کمیسیون انتخاب شکایت انتخاباتی از طرف سیاسیون نورده میشه امیدوار هستیم که فشارها را اینا جواب بگویند و استادگی داشته باشند هرچند که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی آرای ولایت کابل را باطل اعلام کرده بود اما پس از پادر میانی حکومت از این تصمیم عقب نشینی کرده و حالا چشم انداز بررسی سنت های کمیسیون مستقل انتخابات را دارد برای بحث بیشتر موضوع مرتبط که در روز شما شما دیدین با ما در استودیو جناب آقای نیوم ایوبزاده رئیس ای بنیاد انتخابات شفاف افغانستان آقای یونس تغرا نامزد پیشین انتخابات پارلمانی افغانستان استاد دانشگاه جناب آقای هموین هموین معاون نخست مجلس نماینده ها از استدیو دیگه ما سرک ویدیو کنفرانس ما وصل هستن مهمان را خوش آمدید میگم در استدیو با آقای هموین میخوایم آغاز بکنیم دیدگاه شما در مورد نوسانات پی در پای و یک مقدار هم شاک دهنده کمیسیون انتخابات چی هست آقای کمیسیون یک بار تصمیم گرفت و بار دیگه انطاف نشان داد و بازنگری میکنه تصمیم خدا چقدر میتونه درست باشه بسم الله الرحمن الرحیم به شما میمان عزیز و تمام بینندگان تلویزیون آریانا سلام عرض میکنم قسم که شما میفهمین که اطلاف بزرگ ملی تقریبا در طول شش ماه پیش از انتخابات تاکید بسیار زیاد بالای شفافیت انتخابات داشت که یک میلیون تسکری که استیکر شده بود او را ما به نمایش گذاشتیم و از عمل کرده کمیسیون انتخابات در ابتدا از روز اول تا به امروز ناراضی هستیم به خاطر از که نتانستن شفافیت ایجاد کنن و صحبت هایشان در تلویزیون به تمام مردم افغانستان معلوم است که صحبتشان از یک شفافیت بسیار بالا صحبت میکدن ولی متاسفانه که آنقدر انتخاباتی که در طول تاریخ تمام دنیا دایر نشده بود در افغانستان دایر شد که تا به امروز هم د کمیسیون انتخابات در مقابل مصارف پولی میتانی که ارقام رای خود بالا ببری و از یک شخص دیگه که برنده است پایان بیاری ما از پشتبانی از کمیسیون شکایات که اونا تانستن که یک مسیر درست را بگیرن و بالاخره تانستن که رای که در کابل تمام شکسریت رای که بیشتر از 80 فیصد تقلب صورت گرفته بود اونا را باطل اعلان کنه و اگر کمیسیون شکایات عقب نشینی خود نشان بتن در این مورد من فکر کنم که انتخابات تمام افغانستان زیر سوال میره و تمام کسایی که رای دارن و اونا را به شکل از آشکال رایشان در،, در, میان صحبت های شما یک ظرافت هم وجود داره شما که معاون نخست مجلس نماینده ها حداقل مجلس هستین که قوانین را تصویب میکنن تا چی میزان معاون رئیس جمهور حق بازنگری فیصلی که شکایت انتخاباتی را داره و میخواهد دوره که میسون یک جای جلسه کنن و به بقبولان اصلا که میسون شکایت ما که قوانین تصویب میکنیم در قانون انتخابات در هیجایش نامده که مداخله حکومت اجازه است و در ضمن پیش از دایر شدن انتخابات شما دیدین که نجیب احمدزای رئیس پیشین کمیسیون انتخابات آقای دانش در خانهش برطرف کرد یعنی از خانه خود چندین تا کمیشنرها را دعوت کردن یک چیزی که هیچ نوع منطقی حقوقی نداشت او را سر تمام کمیشنرها امضا کرد و او را برطرف کرد در اون وقت هم ما این موارد را از پارلمان از ولوسی جرگه نظر خود با مردم شریک ساخته و در این زمان تمام مردم افغانستان از خبر داشت که آقای دانش مداخله میکنه این مداخله سری دیگه ایشان که اونا تمام حکومت دعوت میکنه و های محل که هیچ ربط به این مسئله نداره خود آقای دانش ربط به این قضیه نداره تمام اینا را یک جای جلسه برگزار میکنه و بالای کمیسیون شکایت فشار میاره تا اونا از فیصله خود بگذرن ما به آقای آریایی خطاب معظمی است که یگانه کسی که شهامت نشان داده و تانسته که انتخابات که به شکل بسیار غیر شفاف دایر شده بود در اون مورد تصمیم گیر، تصمیم بگیره ما با اونا استاد هستیم و می که شفافیت به وجود بیاید ولو که یک وکیل با صد رای هم کامیاب شود ولی وقتی که رای مردم باشه آقای... رای شفاف باشه قابل قبول مردم مهم. است تا چی میزان چی فکر میکن... میکنه پیش, آقای میکنه آقای پیش چی... ما تا... ای مورد بار بار بحث کردیم تا چی میزان فکر میکنین که پای آقای آریایی یا کمیسیون شکایات در مجموع بلغزه و بالاخره فیصله قانونی که کردن دوباره پس بگیرن خب من از صحبت های دیروزشان آه آه تا جای نګاروناستم کې ونه تاhtë فشار هر کس کېست بل اخره د دې موضوع سفارت امریکا خود یونما شدیدن مداخله میکنن او در زمن حتی رائے باطله کې به هیڅ نه وقبول پذیرش نيست یونما تاکید او فشار شون بالای عزیز کې رائے باید حساب شورا دا نو از خاطر ازې از کې مشروعیت به خود انتخابات مشروعیت پیدا کنه ازې خاطر اونا ترس شونځيست کې اگر رای بیومټریک تنه حساب شوه تعداد اشخاص کې در انتخابات حضور پیدا کده بسیار کم میشه و انتخابات زیر سوال میره نو په دې اساس زما غختنه د ټولو هغه کاندیدانو چې د افغانستان په ټولو په ګډ ګډ کاندیدان دي واځي او سرې درته وایلی سم چې دغه انتخابات غیر شفاف غیر عدالتانه او د حکومت مستقیمه مداخله پکې موجوده ده په شمول دی یونما او په شمول دی امریکا د سفارات د دې نه توقو مل راي فرض مثال بیا هم اغه غیر یایي تزوایمه چې ما دويته د لاسو زرو کاسانو تذکيره چې د پاکستانيانو تذکيره دي آم سپایکمیرشتې مګر مکتوب ورکړیو او هم دي انتخاباته په ورځ دوی ته دا ویډیو غانې ورکړي دي چې پاکستانیان د یوې خوا د سرحد ناراضي د خوش په ولایت کې رایا چی او برته د سرحد ناخواوړی دا ټول اسناد ثبوت شواد د خغل یاريای رئیس رشتہ زما خوښسته نه ده بیرته تاسو ته درېس باندې کلاک و دريږي مونږ ور سره ولاړ یو مونږ تد دغه انتخاباته پایلې تر څو پر چ شفافیت پکې راغلي نه نمنو او د کابل د کابل ولایت چې بطل اعلان شوې دي ک بیرته دغه رائے حساب شي نو مناده چې د شکایت کمیسیون هم په خپل فیصلو کې کم راغدي او هغه 15 درکسان چې دوی د لیست نه حذف کړي او دوی تایید په دې کولو چې دا فیصله نهائی ده او په دې فیصله کې 타غیر نشي او دا غا فیصله هم د کابل په اساس ده د کابل فیصله هم, هم نهائی ده په دې کې 타غیر نشي معنا نه بیرته تاسو راګرځو البته یو څه فراموش ما نه شکه مو په رئیس وا کمشنرای کمیسونه شکایت انتخاباتي تماسای زیات گرفتیم او چون موضوع خېل حساس است ممکن اونا چیزی برای گفتن نداشته باشن یا حداقل مصروفیتشان زیاد باشه به بحث بحث امشب ما نتانستن بیاین حاضر نشدن و بحث که انتخابات افغانستان که هیچگاه نمایندهاش اینجا نیست است که اونا تقاضای همراهی رسانه ها از جمله ما را با خود میکنن و همواره با ما رک و سری گفتن که شما روند را مثبت جلوه بتین تا چیزایی که منفی است و دلیل نیامدنشان بیشتر است که وقت تماس میگیریم با کمیشنرای شمی است که شما خیلی نقد میکنین و میپیچین و نمایندای ما را ما کم میگیرین و کاری که باید افکار را ما به قبل از اینا خدشدار نشه و جریان مثبت جلوه داده شوه برحال ما پنج شب شب با سخنگوی که شکایت انتخاباتی در مورد فیصله ای که کردن صحبت های داشتیم خیلی کوتاه صحبت هایشان تا از لا بلای صحبت هایشان بفهمیم تا چی میزان موقف از اینا لغزنده است و تا چی میزانه گپایشون استوار به امورای رای که رفتن هست و اگر بلخصه صحبت های اولشان چقدر تفاوت میکنه با تصمیم آخرشان روند هایم که بعد از این جریان پیدا کرد همگی مخالف طرز ها مخالف قوانین ما بار بار گفتیم که شما که پروسه باز شماری را شروع میکنین برای باز شماری چی نیاز است اصلا هدف باز شماری چیست هدف باز شماری یک تعداد دقیق آرای که ریخته شده که مالکیست و دو پاک کردن آرای درست از نادرست این به چین نیاز داره تعداد آرایی که در داخل صندوق است فقط به همین نیاز داره که چند تا ورق است اینجی. اما ای که این برگه ها ورق های صحیح هست آرا واقعی است واقعی نیست از تعداد برگه و ورق فهمیده نمیشه аз асноди марбوта اз журнاле ки бод боа фаҳмида меша اз резршите ки бояд фаҳмида меша аз یاддошتهое ки барои селои сандуқ ииа в ҳеч яке аз اинҳоро бор бор ба дҳо мактубе ки фристода шуд дар вилоят гуфтм бифрстин гуфтан чун мо вилоят да марказ равон кардем о вақт و, و تا د ولایت دوسه هفته تل کشید نا به ولایت روان نمیتانستن وان مر ات وا وااو السوال وانمر بعد باز شماره در کابل شروع شد د کابلهم گفت ما نداریم ال از کابل روان کردن ف گم ش ا دلائل گفت ی ای نتیجه خود اونها رسیدن هیچ راهی برای پاکساختن آرا باطل از غیرباطل در ولاتکاب اونا خودشون خودشان نوع اعتراف داشتن که در عمل ما با چون میستاندارد مختلفه اسناد وجود نداره برای همه جا ما دوچاری مشکل هستیم خود اینها هم حتی به این نتیجه رسن و دیروز و پری دی روز بحث های بود که همین باز شماره که در کابل شروع کردن این متوقف بسازن چون نتیجه نمیده خودشان تا به این نتیجه رسن به صورت فردی کمیشنرهایش با کمیشنرهای ما مطرح بعد از این همه که ما متوجه میشیم که هیچ راه دیگه وجود نداره برای پاکسازی آل آمدیم به نفع مردم افغانستان که خدای نخواستن نروه که سرنوشت انتخابات با آرای تقلبی و آرای که تخ... بر اساس تخلفات تقلبات صورت گرفته سرنوشت مردم تا این شوه اینشان میده که کشیدگی ها بین شما میتونه ولایت های دیگر را متاثر بسازه ما قلم مهمانگی کاملا از بین رفته و میتونه عدم یه تا جدال با گفته که میسون سیاسی بین شما اونا بتانه مشکلات خیلی خراب کنند خب باز گفتم که از کلمه سیاسی توجه منطقی نداره که کسی استفاده کنه اما بحث اگر منظورتان هماهنگی در این ادامه تخلفات و بینظمی ها و با اصطلاح وضعیت موجود هست این ما هماهنگ با تداوم تخلفات نیستیم گزارش اخیر امروز مایی بود که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی آرا را امروز بازشماری نکردن به دلیل عدم حضور کمیشنرهای کمیسیون شکایت انتخاباتی در کمیسیون انتخابات در استدیو جناب آقای زاده و آقای تورار خوش آمدید میگم بس از آقای زاده استدیو وضعیت در کجاست چی میشه قبل شما؟ بسیار تشکر سلام خدمت شما جناب تاپاسای با همچنان بیندگان عزیزی که ما را تماشا میکنند وضعیته متاسفانه با گذشت هر روز پیچیده تر میسازن به دلیل از ای که در نخستین گام انتخابات اینها نتانست یک رابطه کاری را ایجاد کنن بین خودشان که نبود رابطه کاری باعث شد که سر هر مرحله چانه زنیها آغاز شوه و در نهایتش دو موضوع متفاوت داشته باشن این کمیسیونها و باز زمان ایجاد شد ای که اینا بحث داشته باشند و بالاخره کسی دیگه به امیان جگری کنه تا ای که رای حل پیدا شود نبود رابطه کاری و عدم آگاهی از وضعیت تخنیکی و آنچه که تطبیق شده در سه روز انتخابات باعث شده که باز هم ما با مو چالش گذشته مواجه شیم صحبت هایی که من شنیدم میخوایم چند نقطه رو بسیار روشن در موردش صحبت کنم مالی که وقتی که ما حرف از شفافیت میذاریم، شفافیت از آسمان نمیاد شفافیت بر خود میکانیزم داره روش داره شاخص های تعریف شده داره تا اینکه ما با شفافیت برسیم بحث دو که ما نه دیگه به شهامت نیاز داریم نه به قهرمانی ما به کار تکنیکی به یک مامور صادق نیاز داریم که کار خود مثل یک مامور انجام بده در بحث فیصله که کمیسیون هم شکایت انتخاباتی کرده در بحث ابطال آرای کابل درست است که حرکتشون قانونی است اما سه شاخص هایی که ما به عنوان یک نهاد نظر حداقل بیشتر از 7200 نظر داشتیم ما ایره نظارت کردیم سه شاخص هایی که ما در نظر گرفتیم برای ای که این فیصله نمیتونه بیشتر کارایی داشته باشه موثریت داشته باشه مشخصه اولی است که اگر تقلب صورت گرفته به اساسی یافته های ما در کل افغانستان تقلب صورت گرفته تنها در کابل سطح بیشتر نبوده در بخلان بیشتر بوده در وردک بیشتر چرا که خواست کابل ما بگویم که شاخصه اول ما این بوده که فیصله کمیسیون سم شکایت افغانستان شمول نبوده بلکه ده حد کابل اینا همچون چه با هم قانون بر از اینا صلاح داده که هر افزار میتونه هر مرکز و هر افزار میتونه برای برای قانون ببینید پیش زمینه های مقدماتی وجود داره کار کمیسیون سم شکایت انتخاباتی وابسته به کار کمیسیون مستقل انتخابات است جایگاه حقوق کمیسیون مستقل انتخابات در قانون اساسی است مطابق ماده 156 و تا زمانی که فقرا... نتیجه فقرا... کار فقره هایی را که کمیسیون کد کرده بود مبنی بر ابطال آرای کابل خیلی هم سخت داشت وقتی که کمیسیون انتخابات نتیجه کارش مشخص نباشه این چگونه فیصله صورت میگیره ما میخوایم بس دوم مطرح کنم شاخصه دومه که ما این فیصله را صادقانه برتون بگیم حمایت نکردیم به که این میج پاسخ بر ما ایراد نکرد ما دوم نبود معلومات معتبر در اختیار کمیسیون سب شکایت حتی در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات وقتی که معلومات معتبر نشه باشه که چی تعداد مراکز واقعا تقلب صورت گرفته چی تعداد که استفاده شده تمام این سوالات این اگر... معلومات باید ملائکای آسمان به کمیسیون باید به کمیسیون انتخابات اجازه کمیسیون خودش معلومات ندارد اجازه بدهید. با... اجازه بدین ما میخوایم میره دو. چرا معلومات نداره جلسه که ما دیشان با کمیسیون سمشکات داشتیم کمیسیون انتخابات تعهد کرده که این معلومات تا 80 درصد مردم از طریق بایومتریک رای داده و 65 درصد در کابل رای داده و تعهد سپرده برای کمیسیون سم شکایت که معلومات در اختیارشان قرار میده به این معنی که امانگی وجود نداشته رابطه کاری شکل شما روحانی ببنید. را گفتن که اتا که مشنرای که کمشنر میشون مستقل انتخابات به این باور نبودن که بازشماری نتیجه میده بنان باید تپتال شود هیچ رای هم جز نبود و اون محاسبه دو جمع دو چهار هم وجود نداره که به اساس از او از بوده بود تکنیک پیش من یک سناریو جدید میام وقتی که نو در مورد وردک من یک قضاوت میکنن و کار میکنن با شماری صورت میگیره در مورد بغلان من کارش شروع میکنن در مورد ننگرهار اینا چی در مورد کابل ببنید. از نظر شما کابل به او وقت متفاوت نسبت به ولایات نیست که همچو برخربب کابل خیلی هم حساسیتها ر ایجاد کرده کابل متاسفانه به یک نحوی مورد توجه کسای قرار گرفته که میتانه تمام پروسه ره به بنبست مواجه کنه کابل به می خاطر اینا رو تمرکز کردن که اگر هر مشکل در کابل بیاد چرا شکایت انتخاباتی بخوای از او افرادی که میتونه پروسر به بونبس موجه کنه حمایت کنه ببینید بس در کجا است کمیسیون شکایت ما اگر به جای کمیسیون شکایت انتخاباتی می بریم ما اول فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در مورد کابل مشخص نیست امیال تفکیک نشده اگر ببینید فعلا رای هست رای درست تفکیک حالا وقتی که ما از بیرون میخوایم قضاوت بکنیم یک چیزی به نام قانون وجود داره و در قانون صلاحیت های خیلی مشخص برای که میشون داده شده آیا در کدام جای قانون آمده که دوباره بخواید سر تصمیم خود پای بانه ببرم اجازه بتوش نظر کنم ما بازم میخوایم تاکید کنم که روشن شد مثلا نتیجه کار کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون کمیسون بینوان به عنوان محکمه انتخاباتی در موردش فیصله میکنه و قضاوت میکنه و نپذیرفت میخوایم برتری را بگیم. اما در مورد کابل نتیجهش صدفیصد مشخص نیست. میخوایم برتون بگویم حداقل بیشتر از 200 صد مرکزی که ما نظارت کردیم، دهوجه خود تقلب صورت نگرفته. ما نتونستیم که بیشتری سامش کرد، نتونست و مبنای یک معلومات مطابق بیان هم چه که شما زمانی که گونه میکنین، حداقل یک حد هم باید در قبال کار کمیسیون شکایت داشته باشین چرا کمیسیون شکایت خواستی کار کنه ای یک سوال بسیار بزرگ است برای همه اگه کمیسیون هم شکایت توقع ما بود که می مثلا شکایت دقیق کاتگورایز میکردن بررسی میکردن هم وزن هر شکایت تعریف میکردن بعد از اون معلوماتی که از کمیسیون مستقل انتخابات اینا بدست دست بعد میرفتن برای ابطال آرای 100 درصدی کابل اما بدون از اینکه اینی شاخصه های تکنیکی در نظر گرفته شد یک بارگی اینا رفتن گفتن, گفتن که ما به اساس این گزارشات این نهاد این نهاد و شکایت ما این کارا میکنیم شما وقتی که میرین یک بار دقیق هم مقررات پس, قبل شما که بیشون شکایت انتخاباتی دو چهار یک مدیریت ناقص و ضعیف متاسفانه این فیصله شک فیصله میشه بگویم که عجولانه برش بگویم یا بدون یک مقدمه بوده اگر واقعا سر مقدمه از کار صورت می گرفت اینا می بر حق باشند به همین دلیل اینا آماده به همین دلیل اینا آماده بازنگری به با این مسئله یکی شدن. از نامزدای انتخابات پارلمانی بود اجازه بدین دیدگاه زیر بگیریم که چقدر کمیسیون شکایت انتخاباتی یک نقطه درست انگوش بذاشت بقید خداوند عرض سلام عدب دارم خدمت شما خدمت جناب ایو و بینندگان محترم تلویزیون آریانا اه واقعا اه ما یک ضعف مدیریتی را شاید شدیم ناهماهنگی بین اردو کمیسیون وجود داره تنها یک کمیسیون نمیتونیم که ما بالایش ما مشخص سر فیصله اخیر کمیسیون فهمت. فیصله اخیر درست است که در کابل واقعا قانون شکنی صورت گرفت در قدم اول انتخابات قرار بود که بر یک روز برگزار شود که بر دو روز طول کشید و گفته میشه که شب بسیاری از صندوق ها پر شدن که خود یک تخطی است تخلف است یا تقلب صورت گرفت که این ارسی باید از هم دیگه تفکیک داد همچنان سیستم بایومتریک فعال نبود من خودم من حیث یک کاندید وکیل وقتی که رفتم برای رای دادن سیستم بایومتریک در خود مرکز کابل در شهر نو دلیل یکی میشون شکایت انتخاباتی است که ما هر چی تلاش کردیم که دو جمع دو چهار بسازیم دوی وجود نداشت هیچ عنصری وجود نداشت که حداقل به گونی نسبی بتونه ما را به این نتیجه برسانه که ما اعلان بکنیم نتیجه را و خرابی به حد زیاد بود که بالاخره منجر شد به یک تصمیم کلان در مورد ابطال را شما فکر میکنید درست بود این اقدامش درست است یا درست است خرابی وجود داشت از اول همه هم میدانستن که به شکل گسترده تقلب صورت گرفت پس چرا 45 روز منتظر ماندن ببینید مردم مسئولیت بی‌کفایتی مدیران انتخاباتی را گرفتن نمیتونه با, با توجه به وضع امنیتی افغانستان مردم رفتن به پای صندوق ها رای دادن ناامنی در تمام افغانستان و به خصوص در کابل در بیش از سی مرکز رایدی انفجارات صورت گرفت که از ناظرین خود ما هم مجروحین داشتیم مردم واقعا برنده بود مردم علاقمند به پروسه شفاف انتخابات و دموکراتیک بودن مگر در اینجا مدیران انتخابات ناکام بودند و نتوانستند که به شکل درست مدیریت بکنن و امروز که وقتی که کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی آرای کابل را باطل میکنه سوال هایی است که چرا 45 روز منتظر ماندین و یا چرا بین خود یک هماهنگی نداشتین <تصفيق> که <تصفيق> <تصفيق> بعد از اینا گفتن با... در مدت اگر, اگر یک هفته را متوجه شده باشین گفتن که ما چندین بار حتی رفتیم که ما کمیسیون با پاسخ پاسخگویی حاضر نبود رهیزنی میکردن در نهایتش باز کمیسیون که در بحث ولایت بود کمیسیون گفت که تمام امو ریزل در کابل است و ما و از کابل تا به ولایت رو انتقال میتیم زمانگیر است وقتی بحث کابل شد در کابل ندادن بر ما گفت چیز گم است حالا دلایل خیر رو گفتن و ما گفت خیلی انطاف کردیم تا 45 روز در نهایتش تصمیم گرفتیم که میشوه حالا بس پرسش من است که شما به عنوان شریک انتخابات به عنوان یک نامزد چی تصویر دارین از این وضعیت چیز دارین یا شما هم گم هستین در بین از من حیث نماینده ملت با وجود که ما هنوز رای نگرفتیم و در پارلمان نشیستیم ولی مردم بر ما رای دادن و در هر نقطه کابل ما رای گرفتیم و از مردم خود نمایندگی میکنیم مردم ما با تمام شرایط بد اقتصادی و امنیتی به صندوق های رای رفتن و را آرای پاک خود را استفاده کردن اینجا تفکیک بین آرای پاک و ناپاک وظیفه مدیرای انتخاباتی است وظیفه ما هم نیست من حیث کاندید وکیلان پارلمان وظیفه مردم ما هم نیست و اینجا چیزی که مردم ما میخواین ببینن هماهنگی میان کمیسیون ها است و قانون تصریح میداره وقتی که قانون واقعا اما برای کمیسیون شکایت انتخاباتی اجازه داده تا بتانه آرا دو شکل. حالا قانون گفته زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی آرا را در یک هفته باطل میکنه نه. در خلال یک هفته, یک هفته انتخابات باید از سر برگزار شود اگر فرضیه را بگیریم که انتخابات را بتونه در خلال یک هفته یا باتر در خلال یک ماه که یک هفته ممکن است برای کمیسیون دوباره برگزار بکنه چقدر شما آماده هستین برین در پروسه و بحث دوم که اگر با یک توافق برسن و بخواین اعلان بکنن می چی از چقدر به موافقت هر چی از اعلان بکنن درست نیست خودشان میگن که تقلب صورت گرفته در صورتی که تقلب صورت گرفته باید آرای ناپاک از آرای پاک جدا شود و ده بسیاری از ولسوالی های کابل زورمندای بودند که اونا حتی سیستم بایومتری که تماما حسب کرده بودند و سیستم استیکر که در تذکره ها بر چسب چسبانده میشه در خانه های خود برده بودند و این کار انجام می دادند. ایرا هم میفهمن و چرا امو آرا تفکیک دادن میشه و یک موضوع دیگه می هست که موضوع یک هفته 45 روز پیش اگر هم انگی می بود می که در ظرف 45 روز امروز ما پس دوباره به صندوق بریم بسیار تشکر یک پس فراموش ما نشه که تنها بحث ما در ارتباط و با آرای بایومتریک و غیر بایومتریک نیست نسبت به با آرای بایومتریک شدم هم شکایت های خیلی جدی وجود داره که زورمندا به خود به صندوق ریختن بایومتری کام کردن و تمام و مراحل قانونی شه به شکل غیر قانونی انجام دادن بازور و در نهایت امی مسئله است که مورد پذیرش اکثر از نامزدا قرار نگرفت و که شکایت انتخاباتی هم روی ازو تا حد زیاد تمرکز کرد یک وقفه کوتاه بریم دوباره خوش آقای همایون، بحث قراین یک بحث جدی است که مردم هم تصویرها را پلو, پلو میکنن و مجموعه هم تصویرهای ارائه شده نشست ها و ملاقات ها به شکل یک نتیجه نسبی را که چی میشه در آینده تصویر شما از وضعیت چی است کدام کار پیش است فکر میکنین که میریم به تصمیم نهایی ارک یا بالاخره به با کمیسیون،, کمیسیون شکایت انتخاباتی مسیرت منحرف میکنه از وضعیت موجود خب تا جایی که من فکر میکنم ما میخواستم مثال از طریق تلویزیون و شما در مورد ولایت خوست تناس خاطر بتم که چون خودم از اوجا کاندید بودم ما انتخابات ولایت خوست به تاریخ 19 داشتیم به تاریخ 20 داشتیم به تاریخ 21 انتخابات داشتیم و به تاریخ 22 انتخابات داریم و چهار روز. روز تمام ریایی که استعمال شده پشت سرش بارکوت نشان میده که وقت تایم تاریخ کل چیزش اوجا معلوم است کمیسیون شکایات من میکنم که ده بار به با کمیسیون انتخابات مکتوب فرستادن از اونا خواستن که لست رای دهندگان اقلا در دسترسشان بته ولی به تاسف که ده بار مکتوب کمیسیون شکایات جواب داده نشده و هیچ نوع لست رای دهندگان در خدمت کمیسیون شکایت داده نشده بدان من فکر میکنم و از ابتدا امیرم میفهمیدم که از نو میلیون کسانی که ثبت رای کردن تنها یک میلیونش حضور پیدا میکنه در روز انتخابات که بحث های ما تلویزیونی بود مناظره داشتیم اونو بحث های ما امروز تایید میشه علاوه از این گفته بودم که انتخابات انقدر غیر شفاف بود بود که افغانستان در یک بحران خواد برد که این بحران شما میبینین و در کل ما میفهمم که بالاخره تصمیم نهایی ارگ و سفارت امریکا با یونما چند اشخاص و افرادی را که خودشان فکر میکنند که باید نمایندگی از حکومت و از سفارت و امریکا و از یونماده پارلمان کنند اونو اشخاص و افراد شاید کامیاب شود علت و دلیل امروزی از این که پس با وجود با کمیسیون شکایت انتخاباتی هم من نیسته؟ نه کمیسیون شکایات در صورت که فیصله کابل خود تطبیق کرده بتانه مثل که فیصله سی نفر اشخاصی که از لسف کردند، فیصله خود تطبیق کرد در او صورت با می که ارسی ای مرجعی که من گفتم چی ارگ ریاست جمهوری چی اینو ما و چی امریکا اونا در پلانایشان ناکام می از تصویر موجود, از خاطر ما ای... تصویر موجود چی را نشان میده که کمیسیون شکایت انتخاباتی تطبیق کردن میتونه نه؟ خب من فکر میکنم که اگر اونا پشتبانی قوی نداشته باشند و این ارسی نهاد یا حکومت و دولت و سفارت ها و اینا بالای از اونا فشار بیاره فکر کنم که شاید آقای آریایی در این مورد عقب چی پشتیبانی بشی توپ تانگ یا پشتیبانی اینجا بحث قانون است پشتیبانش قانون همه چیز مشخص کرده چی پشتیبانی دیگه با باید که در این انتخابات پشتیبانی توپ تانگ هم مهم است که حکومت در بعضی جاها از خاطر تطبیق از این پروسه والله که غیر شفاف بود از توپ تانگ استفاده کردن و سفارت امریکا و یونما و اتحادیه اروپا هم خاموشی خود در این مورد اختیار کردن اونا بالاخره تا جایی که من میفهمم به هر قیمتی که باشه سفارت امریکا واضح و آشکار میگه که به ما به تفاوت است که انتخابات افغانستان شفاف دایر میشه یا غیر شفاف به ما مهم است که ما به حکومت خود خبر بتیم که در افغانستان انتخابات برگزار شد به همین شکل خود حکمت ما و شما همچنان میخواهید آقای همایون خیلی خیلی سادنگارانه است که ما ایرا بگوییم که سفارت آمریکای آمریکایی ها فقط یک انتخابات میخوان و به حکمت خود میخوان گزارش بدن در حالی که اینجا نماینده تمام حکومت ها هست وضعیت موجود رسانه ها باستاب میت و تمام گنده که در حوزه انتخابات انکاس پیدا میکنه همه گیزو خبر میشن بس این است که حالا حمایت کمیسیون شکایت انتخاباتی به عنوان آخرین نقطه ای امید شما چی میتونه باشه؟ خب تنها مردم و تنها کاندیدایی که رای دارن و اونا را رایشان مدار اعتبار نمیگیرن کمیسیون انتخاباتی کار میکنه پشتبانی از کمیسیون شکایات و در عین زمان کمیسیون شکایات باید اسناد، ثبوت و شواهد که کاندیدا در اختیارشان گذاشته مردم در اختیارشان گذاشته بیشتر اونا را میدیایی بسازن تا مردم قناعت بتن مثل که ما برتان مثال دادم که ده هزار تابع پاکستانی قطار در نوبت استاد و در ولایت خوست رای میتن خودشان به زبان خود قرار میکنه که ما پاکستانی استیم ام رای خود نشان میتن این تصویرها و ویدیوها را ما در خدمت کمیسیون شکایت گذاشتیم اونا باید از این اسناد استفاده کنن و ما پشتشان استاد هستیم مردم افغانستان پشتشان استاد است باید انتخابات غیر شفاف نه از خاطر سفارت امریکا نه از خاطر حکومت و نه از خاطر یونما به هیچ صورت قابل پذیرش نیست ما اگر طرف دموکراسی میریم طرف یک دموکراسی که بر راستی بتوانه که مردم نمایندگی کنه نه ای که افراد و اشخاص فرمایشی حالا مجموعه سرنوشت سیاسی موجود در دست 12 نفر کمیسیون هست که چی رقم میزنن وضعیت خانه ملت را اگر قرار باشه که وضعیت بر وفق مراد اهرم اقتدار پیش بره و تا حد نفوس پذیر شوه در اون صورت چی میشه؟ فکر میکنین که نکاس چی خواهد بود در کن؟ من فکر میکنم که تنها در دست 13 نفر نیست بالاخره در اینجا در حدود دونیم هزار نفر کاندید بودن مردم افغانستان هستند اونا همگیش اگهش پشتبانه دارن هر فیصله و هر تصمیم غیر قانونی که چی که انتخابات و چی که شکایات و حتی هر جمهوری تصمیم بگیرن تصمیم غیر قانونی بگیرن با فکر میکنم که مردم در مقابلش استاد میشه و پیام ما از تلویزیون شما به تمام کاندیدایی که رای دارن و رایشان را نادیده میگیرن ما همگی یک جا میشیم و در مقابل این فساد بزرگی که در کمیسیون انتخابات در در بخش از ریاست جمهوری و در یونما و سفارت امریکا وجود داره ما در تقابل از اونها استاد میشیم و مبارزه میکنیم این با 13 نفر رابطه نمیگیره هنوز وقت, وقت, وقت شما ما میگین تنها از آدرس خود میگین یا ائتلاف بزرگ هم مشمولی تصمیم شما است در کل ما ائتلاف بزرگ مردم افغانستان از ابتدا از رای شفاف مردم دفاع کردیم و در ضمن طرح بیومتریک ساختن از قضیه از اطلاف بزرگ بود و اطلاف بزرگ بازم طرف تمام اشخاص افراد هستند که رای پاک دارن از رای پاک از دفاع میکنیم و در مقابل تصمیم غیر قانونی هر مرجعی که باشه تمام اطلاف استاد است و از تمام مردم افغانستان خواهش میکنن که از اطلاف بزرگ حمایت کنند تا در مقابل از چنین اشخاص افرادی که پروسی ملی را غیر شفاف می سازن شخصی میسازن و, و رب میتن با, با, با یک قوم و با یک طرف و با یک حزب در مقابل از اونا ما استاد استیم و اطلاف بزرگ ازی امایت میکنن حالا افتضا فعالیت های فراقانونی و مجموعا بنبست موجود انتخابات پارلمانی زمان مطرح شده که سر و صدای انتخابات ریاست جمهوری هم خیلی گرم است و تکت های انتخاباتی هم تا حد شکل گرفته و عذاب و جریان های سیاسی هم خیلی تلاش دارن تا بتانن در بانورهای بعدی از رقیبا پس نمانند حالا اگر ما محک بزنیم توان مدیریتی کمیسیونای انتخابات را چقدری ظرفیت موجود میتونه یک توقع بزرگ را در انتخابات ریاست جمهوری از این کمیسیون تامین بکنه برای هیچ نه ما با این کمیسیون از ابتدا شک و مشکلات داشتیم اصلا برگزاری و بر مقرری از اونا از ابتدا غیر قانونی بود شما میدونید کمیشنرایی که در وقت انتخابات ریاست جمهوری پیشین که آقای بین آقای اشرف و دکتر صیب عبدالله مبارزه وجود داشت شما دیدین که اردو ابی حکومت وحدت ملی از ابتدا خواهان ازی بود که تغییرات باید در کمیسیون انتخابات بیاید ولی تغییرات به شکل آوردن که فرمایشی بود تقسیمات کمیشنرها بین بینشان صورت گرفت و این مسئله با, با, انتخابات بعدی که انتخابات ریاست جمهوری دایر میشه ما اصلا نتایج این انتخاباتی که غیر شفاف سپری شده قبول نداریم انتخابات بعدی را خود این صورت به هیچ صورت قبول کرده نمیتونیم و خواهان عزیزتیم که کمیشنرهای جدید از طریق یک پروسی بسیار شفاف باید مقرر شوند تا بتانن اونا یک شخ... انتخابات شفاف برگزار کنند و در عین زمان در مسئله ریست... لیست رای دهندگان و در ب... مسئله پروسی بایومتریک باید تغییرات جدی بسیار... تا طرف انتخابات ریاست جمهوری ممنون زنده باشین آقای حالا بس اگر دریجه بگیریم که آیا این کمیسیون ها با تحلیل وضعیت موجود توانمندی گذشتن از بنبست فیلی را دارن یا نه صرف نظر از اینکه بگیم تو میشد شد اگر چیزی که هست من میخوام یک رای حل پیشنهاد کنم و بعدا حداقل تفسیری داشته باشم در موردی که میتونن واقعا عبور کنند از این بنبست یا خیر اگر بگذاریم از بازی احتهامات و استاوتیا ها ما فکر میکنیم که بس قانون اگر مطرح میشه قانون برای یک ولایت نیست برای تمام ولایت افغانستان باشه اگر بس عدالت انتخاباتی مطرح میشه برای تمام ولایت افغانستان است بس خود جناب آقای اماین که مطرح کردند دو تقلب بوده چرا سرنوشت او با سرنوشت کابل یکسان نیست مسئله مهم دیگه این است که اگر واقعا کمیسیون سم شکایت انتخاباتی فیصله میکنه فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی سه مسئله را باید در نظر بگیره تا اینکه که مشروعیتش بیشتر شود قبل از قبل از آیا قانون وجود داشت در مجموعه رویکردهای یا با قبل شما با عنوان یک نهاد من میخوام دقیقا ما میخوام فا... فیصله کی کردن مطابق مادی حالا خانون... بیای بیای حق بزنیم که چقدر که مستقل انتخابات قانونی حرکت کردن ما مو اعلامی که شکایت انتخاباتی را خواندم موارد را در قانون پیدا کردم و خیلی هم وفق داشت با رو روی کردن حالا میخوام ما میره در, در مورد از قضاوت کنم ولی برای فعلا اگر فیصله از این بهش مشروعیت داشته باشه اول اینا باید سطح فیصدی و باید میکردن دو متقلبین اینا با شناسایی میکنن و با محکمه معرفی میکردن سه اسناد حمایتی برای فیصله خود می که اینی سه معلومات که ندارن. ندارن بنان هر فیصله که اینا کردن خیلی دشوار خود بود که مورد قبول قرار بگر اگرچه چه قانونی هم هست تا جایی اما اینی می سه معلومات معتبر ندارن بس کمیسیون مستقل انتخابات ما از کمیسیون مستقل انتخابات نمی کنیم. ما نمی ما به عنوان یک نهاد ناظر معتبر میخوایم برتون بگوییم که متاسفانه خرابترین انتخابات ای, ای کمیسیون مدیریت کرد در ای دوره. این دوره یعنی خرابترین در مقایسه به انتخابات, انتخابات گذشته ما راضی نبودیم تقلب صورت گرفته بی‌نظمی بوده تمام چالش های مدیریتی و رهبری وجود داشته ما از این حمایت کنیم ولی بس اصلی است که اگر بس ما سر کمیسیون سم شکایت است هم چک فیصله بدون مقدمه صورت گرفته ما توقعی می بود که میامد کمیسیون سم یک کانفرانس مطبوعاتی میگرفت که کمیسیون انتخابات با ما معلومات شریک نمیکنه این خیلی بجا بود از اینکه یک باگی بیان مثلا در مورد ابطال آرای کابل صحبت کنه ما پیشنهاد می است که رای حل وجود داره اما در قانونی گفته نشده ببنی. که باید کمیسیون شکایت بیان اول یک کنفرانس بگیرن بعد از بس ببین این برشان حقش اجازه داده می وقتی که کسی مطابق قانون کمیسیون مستقل انتخابات معلومات شریک نمیکنه اینو مکلف هستن که برن از به با, با عوام رجوع کنند از طریق علمی کنفرانس های مطبوعاتی ولی قانون قید نکرده که نران اینو این میتونه یک فرصتی باشه برای که حداقل اینا حقشون تامین شود مطابق قانون و اما اونا میگه ما مو... معلومات کافی داریم اسناد کافی داریم که بر مبنای از او ابطال کردیم میارا ببین من می سه اص... اگه سه اسناد داشتن من میگم من تایید میکنم فسادی تقلب در کابل کسایی که تقلب کرده متقلبین و اسناد حمایتی که بتونه معتبر باشه اگر داشتن بین واقعا ما چلنج بتن اگر داشتن ما تایید میکنم ولی من مطمئن هستم ندارن و حالا شما بگوین که تقلب شده یا نه تقلب شده بدون شک تقلب شده ولی 100 درصد تقلب نشده حالا در 100 درصد آرا باطل نمیشه ببین در بیشتر از 50 درصد باطل ولی صد میشه صد... ولی باید این می تفکیک شود رای سفید آسیاب باید تفکیک شود تا زمانی که تفکیک نشه و این کار کمیسیون انتخابات است خیلی دشوار است که قضاوتی صورت بگیره من پیشنهاد می کنم حالا بیایم بازم به با پرسش اول خود برمیگردیم اگر از اگر ها بگذاریم که اگر طرح ما اگری اگر این کار شوه ما عبور میکنیم اگر نشه نمیکنیم آن چی هست چیزی که تابال را دیدین تصویرای را که تابال شما گرفتین از کارکرت های دو کمیسیون آیا این کمیسیون ها توانمندی فلتر ای بنبست را دارن یا نه دارن به شرطی که اینو مشترک با هم کار کنن هماهنگ باشن همگام باشن و نه حکومت مداخله کنه و نه سیاسیون به اصلاح که ای که یک نو تفرقه اندازی صورت بگیره در کار تکنیکی هر دو کمیسیون که ما شدیدا نگران این وضعیت هستیم یک کار بسیار ناممکن نیست فقط اراده میخوای استقلالیت میخواه هماهنگی میخواه همکاری و همگامی میخواه زمانی که شما میگین که این کمیسیون به مراتب نسبت به دورای قبلی شاهد یک مدیریت ضعیف و متقلب و پراگنده بود پس انتظار فلتریشن اقنا کننده آرا یا نتایج انتخابات هست چی میتونیم ما اینا کاری که خودشان کردن میتونن در قلب رسیدگی کنن بحث در کار نیست مشکل در کار کار چهار تا کمشتر نمیکنه کسای دیگه است که کار میکنه اینا بس مهم است که اراده داشته باشن و بپذیرند. برتری خود برتری نسبت به کسی دیگه حالا او کسای پایین هم تا حد تا گلو نده فساد خرق هستن یکی گرفته خب دیگه متهم میشه دیگه, دیگه هم میره. از, از دیدگاه شما اگر قضاوت کنیم کل حکومت هم مشکل داره حکومت فراقانونی هست پارلمانت مشکل داره باید اینا استفا بتن اگر واقعا خیلی هم آدم های بایزت خود با،, با متناسب با سطح ظرفیت حکومت باید ما انتظار کنیم از این کشورت مشکل داره اگر به قضاوت شما بپردازیم بین ما یک طرفه قضاوت نکنیم بین هر دو طرف سکر در موردش صحبت داشته باشیم بینان بهتری خواهد بود که با چالش هایی که وجود داشت ما نمیتونیم بگوییم که همه چیز پاک بوده چالش بیشتر بوده ولی رای امکان از است که روی کار تفکیک شد شرطش این است که هر دو کمیسیون با هم کار کنن متاسفانه از نخستین مرحله تا همین امروز با هم کار نکردن. فقط یک نوع رقابت ایجاد کردن بین خود یک نوع برتری جویی حاکم ساختن تا اینکه پروسه قربانی این برتری جویی شد ظرفیت مدیریت پروسه های کلان ازیره داره و قبل شما وایب شده ببین کمیشنرها در اول مشکل داشت حالا مشکل داره آدمای تکمیل نیستن اتا ما هم آدمای تکمیل نیستیم توقع نداشته باشیم که نیا دیگه فیلسوف انتخابات باشن بیان در کمیسیون کار کنن کار کمیشنران نمیکنن کار کار تیمی است پروسه پروسه ملی است حتی ما میخوایم پس نیاز به با با نیست دیگه پروسه ملی بیان کار کنه دیگه چی میکنه نقش تحصیل کنند را دارن در پروسه مثلا اعضاب سیاسی متاسفانه کار شایده باید انجام نداده در تقلبو همکاری کردند از ای که مثلا ناظر داشته باشن بیشتر شاید پیدا پس چی چی میکردن ببین وظیفه خود انجام دادن درست انجام ندادن تا جایی که اونام ضعف داشتن دیگر هم زافت داشته تمام شرکای انتخاباتی متاسفانه نتونسته کار درست انجام بده پس که مشنرا تنهایی معلومات دقیقا. دقیقاً ولی بحث اصلی است که نقش رهبری به عهده دارن وقتی کسی که نقش رهبری رو در یک ساختار به می داشته باشه پاسخگو در کل باشه اصلی کمیشنرا هستن نقش رهبری متفاوت از نقش های دیگه است که برای ساختارهای انتخاباتی دادم میشه حالا وضعیت موجود یک مقدار هم روی کرد مداخله حکومت را برملاتر می وقتی معاون دوم رئیس جمهور می یک پروسی که قانونا اونا صلاحیت دارن اعلام میکنن باز اونا زیر فشار قرار میگیرن با زر و بالاخره باز منجر میشه که کی میسون نتیجه خود پس بگیره این تصویر چی رنشال میده در دوست عزیز حکومت مداخله میکنه وکیلت مداخله میکنه پلیست مداخله میکنه تیکدارت مداخله میکنه هر کدام در صدد مداخله است و برای نفع خودش فکر میکنه ما با اینون یک نظام کار نمیکنیم دیگه، ما با اینون یک ساختار سیاسی کلان کار نمیکنیم فقط به حد سودگرانه برخورد میکنیم که نفع خود ما تز میشه به همین دلیل دای فضای پراگنده ما فکر میکنیم که خیلی دشوار خواهد بود که ما اون امور که در موردش 16 سال صحبت کردیم بهش برسیم پیشنهاد ما است که ما واقع بینانه برخورد کنیم را که از آقای ما این داشتم ما در کنار عدم گذر از بنبست موجود انتخابات پارلمانی یک امتحان بزرگتر به نام انتخابات ریاست جمهوری هم داریم که مقدماتش تا حد دست و توی سیاسی سرش کار میشه آیا این کمیسیون ظرفیت برگزاری و انتخابات به قبل شما داره یا باید تغییر کنه واسه شما وضعیت کنونی اگر مطالعه کنین مانع بزرگ بر رفتن برای انتخابات ریاست جمهوری هست نه تنها بحث ظرفیتی مطرح حتی خود زدبندهای سیاسی خود سناریویی که میشه مانی ایجاد میکنه که انتخابات ریاست جمهوری به وقت زمان برگزار نشه ما پیش از پیش هم منظور ما از, زمانش نیست منظور ما از حتی از, از مدیریت میخوایم برد، بس مدیریت ببین وقتی که مدیریت میلنگه رهبری میلنگه مداخله صورت میگیره توتیه ها حاکم هست جنگ روانی جریان داره هر کدام به نفع خودش فکر میکنه های انتخاباتی انوز به شکل 100 صد شکل نگرفته یکی از میارهای بزرگ بر رفتن برای آزمون بزرگ دیگه داشتن تکتای انتخاباتی است انوز زدبان ها وجود داره یکی که کی میتونه این طبیعی است آقای آقای این طبیعی است که زدبان ها بیرون وجود می داشته باشه مدیریت در دست چند نفر است که مدیریت میکنه ببنی... تا مدیریت نلنگه نفوذ در درون امکان نداره مدیریت میلنگه ولی برای مدیریت بهتر فضا و مقدمه که بتونه کارایی داشته باشه نیاز یعنی در بیرون تقلب نشه مشکل با وجود نبیه از سیاسی قانونی برن هیچ هیچ آبازا تکان نخوره بعد انتخابات درست میشه بس پروسه آیا فکر نمیکنید که گذار است برای انتخابات رئیس جمهوری سرنوشتش به دست کی هست چهار تا مدیر است یا به دست چهار تا تیکدار یا به دست چهار تا معاملگر در منطقه من فکر میکنم که در بخش اگر خلط بس نکنه این بس مدیریت انتخابات خیلی مشخص هست. در بخش مدیریت انتخابات اینا ضعف دارن میلنگه در دا این وجود نداره هیچ کس ازشان لازی نیست اما عوامل دیگه هم وجود داره که ما رو با همش یک بنبست مواجه کرده ما پیشنهاد می است که بگذریم از این دغدغه ها توتیه ها و شایعاتی که ما بهش اتکا میکنیم کمیسیون اگه واقعا از این ملی گرایی خود بگذارن بیان یک مثل یک مامور کار کنن وظیفه یک مامور بزاربش. انجام بدن ما فکر می کنم مشکل با بزرگ آه نیست که ای اینا حل کنن شاید مصرف کرده باشه با محد توان جیب خود در انتخابات و در نتیجه در یک حالت قرار گرفته که نمیدانه فرداش چی میشه و سرنوشتش حالا چیزی که آقای هماین چند بار تاکید کرد و شاید هم تصویری که پیش نامزدای دیگه است شما پیش خود چی دارین حداقل به عنوان پیش بینی چی میشه سرنوشت تو تمام مصرف ها زحمت ها تلاش ها بالاخره کجاست متاسفانه روان بسیار ناامید کننده است ما چیزی که در کشور خود نیاز داریم امیدواری دادن بر مردم ماست اگر با این رقم مدیریت ما پیش بریم روز ما از یه هم بدتر میشه ببین در قدم اول اگر ما از تقلب صحبت میکنیم مدیران انتخاباتی رو میگم تقلب توسط کی صورت گرفته و کی ها صورت گرفته باید شناسایی شوا؟ کسایی که تقلب کرده حتما کاندید وکیل بودند در جای نفوذ داشتن خب اوها رو آرایش پس بکنن و این مانا نیست که مردم که با تمام مشکلات قبلا کمیشنرای کمیسیون تقلب کردن قبلا مدیرای اجرایی کمیسیون تقلب کردن به حدی که ممکن نظام بر هم بخوره اما بعدش اونا تقدیر شدن و رفتن در پستای خیلی خوب فکر میکنین که یعنی فضا وجود داره که اه اه مجازات نسبت به کسایی که تقلب میکنین یا مشکل ایجاد وجود داشته باشن متاسفانه مشکل دمی است مکافات و مجازات وجود نداره یک کشور متاسفانه به شکل درست مدیریت نمیشه وقتی که باز شمارش آرا گفتند کابل بازشمارش شمارش آرا در 45 روز خودش منجر به باز کمیشن،, کمیشن کوری آرا شد بعض کسا از خود داخل, از داخل حتی پول را گرفتن پول تا بالا شد با ما هم پیشنهادات شد نامزدای پولدار طبعا نامزدای پولدار از کجا پیشنهاد می شد که آراد داخل کسانی که در باز آرا با نام ناظر به نام بودن و این کار هم مثل یک کمیشن کاری فکر کردن ما تا وقتی که شفافیت در نظر نگیریم میارهای دموکراتیک که در نظر نگیریم ما نمیتونیم بر مردم رو امیدواری بتیم ببینین خودم انتخابات پارلمانی یک گام نخست به خاطر آینده کشور و به خاطر انتخابات ریاست جمهوری بود مردم ما با وجود تمام مشکلات به پای صندوق رفتن به خاطر آینده فرزند خود رفتن و فردا روز که ما دوباره به مردم مراجعه بکنیم به خاطر انتخابات ریاست جمهوری با کدام انگیزه ما میتونیم که وار از خانه هایشان بیرون بکشیم و به صندوق رای وارد دعوت بکنیم ده اینجا مدیریت خوب میخواه خود سران حکومت و وحدت ملی مدیران کمیسیون های انتخاباتی به شکل درست باید با مردم با مردم خود ازوا باید فکر میکنین که چیزی که شما میگن پیدا کنم؟ مشکل است واقعا ما مشکلات زیادی داریم ولی طبعا که در کشور هستیم که همه چیز چالش های زیاده دارم اگر ناامید بودن و مردم ناامید کردن هم وظیفه ما نیست من وکیل ملت که ما اگر خود فکر میکنیم ما باید به با مردم خود امیدواری بتیم و طبعا اگر اگر این منجر به ابطال میشه، هم باید به با شکل درست مدیریت شود آخرین پرسش گیریم کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی با مداخله هر جور آمدن و فیصله هر آنچه بود شد شما قانع هستین با اون یک نام سات؟ مشکل نداریم در اون صورت ما باید درباره انتخابات حرف نزنیم انتصابات میشه در وقت انتخابات وقتی میشه که مردم وقتی که رای میته برای کاندید وکیلش هم کاندید وکیل خود در کرسی پارلمان ببینه که از حقشان دفاع بکنه و کسانی هستن که پس در یک روند متوهم و پر از تقلب چه میتونیم به مردم بتین که مردم ناامید نشن متاسفم پشت گفت این ای بسیار مشکل است و ایره را ما به تنهایی داده نمیتونیم این امیدواری شما من رئیس میدیا سران حکومت و کمی کمیسیون های انتخاباتی باید به با شکل درست این مدیریت بکنه تا مردم از این بیشتر ناامید نشه تشکر از مهمان های مدرسه دیو از آقای همایون و شما بیندازید ای تا ایدن بس دنبال بار کردین تا بعد